از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای فراغت، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای فراغت، گزارش فاو رو در رابطه با سوء تغذیه 6% از ایرانیان رو دیدیم و شنیدیم که البته گفته میشه آمار واقعی بیش از اینه. بفرمایید چرا در ایران با این همه ثروت و منابع چون این وضعیتی پیش اومده؟ درود و ادب و احترام. من این گزارشی که شنیدم واقعا احساس تأسف دارم و خیلی ناراحتم، چون انقلاب اسلامی به وجود اومد که عدالت، آزادی و رفاه رو برای مردم به وجود بیاره. اما الان این گزارش نشون میده که 8 استان کشور و 6% جمعیت ما اگر آمار واقعی باشه در سوء تغذیه. من برای پاسخ به سوال شما میگم که سیاست های اشتباه ما رو دچار این مشکلات عدیده کرد. میخوام با 2 تا مثال بزنم. فکر کنم که این ایام شما هم دیده باشید که یک فیلم وایرال که سرهنگ دارید که 12 میلیون حقوق میگیره، 9 میلیون داره اجاره مسکن میده. داشت سوال میکرد از مسئولان که با 3 میلیون تومان چطور میتونه زندگی کنه، چطور میتونه به قول گفتنی تغذیه خودش و خانوادهش رو فراهم کنه. این خیلی آزاردهنده بود، این فیلم وایرال هم شده. نکته دوم که خودم درگیر بودم، یک مراسم جامعه‌گان اربعین رو در شهرهای ایران دارن انجام میدن، 3-4 سالیه. امسال خودم با چشمان غیر مسلح و وضوح دیدم خانواده های تمام آذوقه هایی که داشتن میدادن رو جمع میکردن تو مجتمع برای فروشون. نشون میداد که این فرق خیلی آزاردهنده شده. واقعا تأسف بودم. خانواده هایی که هر آنچه که داشتن میدادن تو این موکب ها جمع میکردن تو مجتمع برای خودشون که حداقل بتونن یک هفته ای رو زندگی کنن از این طریق. و فکر میکنم این دوتا مثال عینی کمک کنه که چرا این مشکلات رو داریم و چرا 6% جامعه ما دچار سوء تغذیه هستن. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.